پاسدار عماد افروخ: مردم میخواهند انتقام بگیرند. گلف نیوز: رد پای تجاوز رژیم ایران در همه جای کشورهای عربی دیده میشود. سخنگوی نیروهای ائتلاف عربی: رژیم ایران برای شبه نظامیان حوثی موشک ارسال میکند. پاسدار عماد افروخ، عضو سابق مجلس ارتجاء، در یک مصاحبه تلویزیونی به نفرت گسترده اجتماعی از رژیم آخوندی اعتراف کرد و گفت: خب طرف وقتی در واقع گرسنه است فحش میده. شما الان تو ماشین بشین، قبل از این تظاهرات دیمای 96 من هر جا تو میشنیدم، توی اتوبوس بود، تو مینیبوس بود، تو فلان بود، همه داشتن فحش میدن. گفتم این به همینجا ختم نمیشه، تجلی عینی پیدا میکنه. این واقعیته، یه واقعیت تلخه. مردم یه جورایی میخوان انتقام بگیرن. گلف نیوز امارات متحده عربی در پاسخ به پیشنهاد جواد ظریف در مورد پیمان منطقه‌ای عدم تجاوز نوشت: پیشنهاد رژیم ایران قابل پذیرش نیست. این رژیم اکنون که در معرض تهدید حمله از جانب آمریکا قرار گرفته است، به همسایگانش رو آورده تا او را نجات بدهند. کاری که ظریف باید بکند این است که نگاهی به همین اطراف در کشورهای عربی بیاندازد و ردپای تجاوز رژیم ایران را در همه جا ببیند. نه آقای ظریف، طرح شما خریداری ندارد. به جای این بهتر است رژیم ایران روی مشکلات داخلی خود متمرکز باشد. سخنگوی نیروهای ائتلاف عربی در یک کنفرانس مطبوعاتی در ریاض گفت: ائتلاف عربی اطلاعات مستندی دارد که نشان می‌دهد سپاه پاسداران برای شبه نظامیان حوثی در یمن موشک ارسال می‌کند. سرهنگ ترکی المالکی افزود: شبه نظامیان حوثی که توسط رژیم ایران حمایت می‌شوند، در حال تلاش برای هدف قرار دادن شهرهای عربستان با موشک‌های بالستیک هستند. آنها همچنین می‌خواهند دریانوردی را در تنگه باب المندب تهدید کنند. وی گفت: شبه نظامیان حوثی مورد حمایت رژیم ایران با هدف قرار دادن مسافران غیر نظامی در فرودگاه نجران مرتکب جنایت جنگی شدند. به دنبال اظهارات رئیس جمهور آمریکا در توکیو که تاکید کرده بود رژیم ایران نباید به دنبال سلاح اتمی باشد، جواد ظریف بلافاصله در توییتی اعلام کرد: خامنه ای مدت‌ها پیش با صدور فتوایی در منع تسلیحات هسته‌ای اعلام کرد ما به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیستیم. روز دوشنبه دونالد ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی با نخست وزیر ژاپن گفت: رژیم ایران تمایل دارد با ما معامله کند. این خیلی برای آنها هوشمندانه است و ممکن است اتفاق بیفتد. آمریکا به دنبال تغییر رژیم ایران نیست و با رهبری همین رژیم حاضر به معامله است، به شرط اینکه به دنبال سلاح اتمی نباشند. Where they can show that. I think Iran, I know so many people from Iran. These are great people. It has a chance to be a great country with the same leadership. We're not looking for regime change. I just want to make that clear. دشقیمان خامنه ای به منظور فشار به زندانی سیاسی ارژنگ داوودی، او را مدت هاست از ملاقات و تماس تلفنی محروم کردند و از وضعیت این زندانی سیاسی هیچ اطلاعی در دست نیست. بر اساس آخرین خبرهای دریافتی، وی در قرنطینه زندان زاهدان محبوس بوده است. این زندانی سیاسی در 16 سال گذشته در زندانهای مختلفی همچون زندان اوین، بازداشتگاه اهواز، زندان بدنرعباس، زندان گوهردشت محبوس بوده و در سال 96 ابتدا به زندان زابل و سپس زندان زاهدان تبعید شد.